سلام بر شما، خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفته. نفتکش گریس 1 که از 13 تیر در جبل طارق توقیف بود، چند ساعت قبل با حکم دادگاه محلی رفع توقیف شد. بعد از توقیف گریس 1، ایران نفتکش استنا ایمپری بریتانیا را در خلیج فارس توقیف کرد. بریتانیا می گفت توقیف گریس 1 کاملا قانونی بوده، در حالی که نفتکش استنا ایمپرو غیر قانونی توقیف شده. ایران می گفت اولی دزدی دریایی است و دومی اقدامی قانونی، اما هر دو رد می کردند که توقیف نفتکش ها گروگانگیری و اقدامی متقابل بوده. آیا می شود این حرف ها را پذیرفت؟ در آخرین ساعت قبل از رفع توقیف، آمریکا تقاضای ادامه توقیف نفتکش گریس 1 را داده بود. نقش آمریکا در کل داستان چه بوده؟ آیا از این اتفاق می شود موقعیت کشورهای مختلف را در دعوای بزرگ بین ایران و آمریکا روشن کرد؟ فعلا در استودیو دو مهمان داریم، مهرداد خانساری کارشناس مسائل خاورمیانه و پیروز مشتاقزاده استاد جغرافیای سیاسی با ما هستن. قرار هست که مهمانان دیگری هم به ما بپیوندند. به دو مهمانمون فعلا خوش آمد میگم. اما کسرا ناجی خبرنگار ما از صبح در جبل طارق بوده، خبرها رو لحظه به لحظه دنبال کرده، الان با ماست. کسرا، از تازه ترین خبرها به ما بگو. میدونیم که به هر حال واکنش هایی از طرفین داشتیم. خبرهای این که این کشتی الان آزاده و میتونه هر دقیقه اینجا رو ترک کنه. شاید بتونید پشت من، این شونه دست راست من، بتونید ببینیدش. یه مقدار هوا خیلی خوب نیست، شاید خوب روشن نباشه تصویرش، ولی هنوز اینجاست، هنوز حرکت نکرده. تصور ما اینه که منتظر کاپیتان جدید کشتی هستیم، برای اینکه کاپیتان قبلی که اینجا دستگیر شده بود پاسپورتش رو گرفته بودن و بعدم امروز آزادش کردن، میخواد برگرده به هند. بنابراین یک کاپیتان جدید باید بیاد و سکان این کشتی رو به دست بگیره. از اینکه بگذریم، خب این کشتی آزاد شده، خبر خوبی است در مجموع، به خاطر اینکه تنش رو در منطقه پایین میاره، در خلیج فارس، روابط ایران و بریتانیا، و همچنین ممکنه راه رو برای اون با آزادی اون کشتی که ایران گرفته، کشتی که با پرچم انگلیس در اختیار ایران هست، اون آزاد بشه. از این که بگذریم، صحبت آمریکا بود. آمریکا ساعت 1:30 شب دیشب یک ایمیلی زده بود به مقام‌های اینجا که می‌خوایم که این کشتی رو به ما تحویل بدید، که صبح وقتی که این دادگاه برگزار شد اینجا در جبل طارق، نمی‌دونستن دادگاه چه باید بکنه. خود وکلا دادستان کل جبل طارق نمی‌دونستن چه بکنن. تصمیم گرفتن که دادگاه رو چند ساعت به عقب بندازن. ساعت 4 بعد از ظهر دوباره دادگاه برگزار شد. در این فاصله مقام‌های جبل طارق با خودشون و احتمالاً با لندن صحبت کردن. آخر سر ساعت 4 بعد از ظهر ما به جایی رسیدیم که قاضی گفتش که هیچ به اصطلاح درخواست رسمی از من و از این دادگاه نشده که موضوع درخواست آمریکا رو بررسی کنیم، بنابراین اون رو کنار میگذاریم، به ما مربوط نمیشه و مسئله کشتی رو دنبال میکنیم و تصمیم گرفتن که آزادش کنیم. کسی هیچ روشن بود که درخواست آمریکا بر چه مبنایی هست؟ چون قبل از این ما شنیده بودیم که کسانی دست گذاشتن روی این کشتی که کشتی رو توقیف بکنن، دست کم نفتش رو، به بهانه در واقع اتهاماتی که معمولا به ایران وارد میشه بابت اقدامات تروریستی. اینها رو من واقعا نمیدونم. اینجا من اطلاعات تازه‌ای در این مورد ندارم اصلا. میدونیم که بر اساس گفته مقام‌های جبل طارق، آمریکا در این درخواستش، وزارت دادگستری آمریکا در این درخواستش از مقام‌های اینجا خواسته بود که این کشتی رو به مقام‌های آمریکایی تحویل بدن، و دلیلشون هم اتهامات تازه‌ای بود. چندین اتهام تازه ظاهراً در این درخواست مطرح شده بود
جزئیاتش منتشر نشده تا اون الان که من با شما صحبت میکنم، بنابراین نمیدونیم چرا میخواستن این رو بگیرن، ولی روشنه که به هر حال نقشه‌ای داشتن. اما مقام‌های اینجا، مقام‌های انگلیس در واقع تصمیم گرفتن که کاری دربارش نکنن و به کار خودشون ادامه بدن. از آغاز شروع این دعوا شنیدیم، از هر دو طرف شنیدیم، هم مقام‌های بریتانیایی هم مقام‌های ایرانی، که این گروگانگیری نبوده، در واقع مسئله اقدام متقابل نیست. اما همین حالا میشنویم از این ور اونور که به زودی احتمالاً کشتی بریتانیایی هم آزاد بشه. این صحبتی هست که این ور اونور داریم میشنویم، گرچه که هنوز هیچ خبر موثقی نداریم. آیا از کل تصویر میشه حد زد که واقعا اینطور نبوده، یعنی اعمال متقابلی نبوده یا نه؟ خب ببینید، دلیل اصلی که بریتانیا میده، مقام‌های جبل الطارق میدن، اینه که این کشتی مظنون بوده به حمل سوخت قاچاق به سوریه و برای همین هم گرفتنش. امروز بیانیه دولت جبل الطارق حاکی از اینه که دولت جبل الطارق از مقام‌های ایران اطمینان گرفته که این کشتی وقتی که آزاد میشه، حالا که آزاد هست، به هیچ کشوری که تحت تحریم اتحادیه اروپا هست سفر نخواهد کرد. مقام های جبل الطارق مدارکش هم منتشر کردن، یه چند صفحه مدارک، از جمله این مدرک که نامه از سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن به همین مقام های جبل الطارق، که در اونجا گفته میشه که من میخونم برای شما، نوشته مقصد سوپرتانکر گریس یک نهاد تحت تحریم اتحادیه اروپا نبوده و نخواهد بود. این همون اطمینانی است که طرف ایرانی به طرف بریتانیایی و جبل الطارق داده و باعث شده که این کشتی آزاد بشه. حالا باید دید که آیا این کافی هست، طرف ایرانی اون کشتی بریتانیایی رو آزاد میکنه یا نه. اینو فراموش نکنیم که آقای روحانی همین چند هفته پیش صحبت از این کرد که اگر بریتانیا این کشتی رو آزاد کنه، ایران واکنش مناسبی نشان خواهد داد، که اشاره تلقی شد به آزادی اون کشتی استنا امپرا. و به نظرت آیا روشن هست که این کشتی به کجا داره میره، گریس یک، اگر اونطور که گفته شده قرار نیست به مقصدی بره که اتحادیه اروپا تحریم کرده؟ نه، تا این ساعت ما نمیدونیم کجا میخواد بره. قبلا مقام های ایران گفته بودن که مقصدش شرق مدیترانه است، ترکیه میتونه باشه یا شایدم لبنان، جای اونجوری، ولی باید دید. ترکیه میدونیم که در این روزهای گذشته، هفته های گذشته، حرف ازش بود که نفت ایران رو همچنان داره وارد میکنه، شاید این کشتی راهی ترکیه باشه. خیلی متشکرم کسرا. کسرا ناجی، خبرنگار ما از جبل الطارق، با ما لحظه به لحظه خبرها رو کسرا امروز دنبال کرده، با ما بود. من نمیدونم که هنوز دو مهمان دیگرمون برقرار شده ارتباطمون، ظاهرا بله. کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون بریتانیا با ماست، خوش آمد میگم به ایشون. و همینطور مهدی خلجی، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه، از واشنگتن هم به ما پیوستن، به همراه دو مهمانی که اینجا در خدمتشون بودیم، آقای خانسری و آقای مشتاقزاده، خوش آمد میگم به همه شما. آقای مشتاقزاده، چطور میبینید آزادی گریس یک یا رفع توقیف گریس یک رو؟ طبیعتاً هر کسی که طالب صلح و امنیت باشه خوشحال میشه از اینکه این مسئله حل شد. ولی در بحثایی که میکردید با آقای ناجی، نکاتی رو اشاره کردید که فکر میکنم که باید توجه به چند نکته بکنیم که مورد غفلت قرار گرفت. یک اینه که همون موقعی که این گریس یک توقیف شد، یک مقام اتحادیه اروپا، اگر اشتباه نکنم، چون چند هفته از گذشته از قضیه، اگر اشتباه نکنم معاون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا گفته بود که این اقدام قانونی نبود، یعنی توقیف گریس یک قانونی نبود، به دلیل اینکه تحریمی که اتحادیه بریتانیا صحبتش میکنه تحریم اتحادیه اروپا است، فقط در مورد کشورهای اتحادیه اروپا. آقای ظریف هم همین رو میگه. مرسی. بله. من این رو از زبان چیز مقام اتحادیه اروپا شنیدم. بله. که لاجرم
اون توقیف، اون تحریم مشمول کشورهای دیگر از جمله ایران نمی شود. لاجرم جنبه قانونیه این توقیف اول همون موقع زیر سوال رفت. یک این بود. دوم نکته ای که خیلی مهم هست این بود که همون موقع یک مقام اسپانیایی، چون جبران طارق ما میدونیم که اسپانیا اونجا علاقه صاحب علاقه است به حضور داره و صاحب نظر هست، مقام اسپانیایی اعلام کرد که گریس یک به دستور امریکا توقیف شد. بله. به خواسته امریکا توقیف شد. خب پس ما جواب سوال شما رو من بگمونم گرفتیم، امریکا در کجای قضیه است؟ در همه جای قضیه. اجازه بدین من این رو آقای خلجی رو وارد بحث بکنم. خلجی نظر شما چی هست با توجه به این رد پای امریکا که در این پرونده گریس یک به نظر میاد از آغاز بوده؟ روزنامه تایمز لندن هم راجع به این نوشتن که چند ساعت قبل آقای بولتون تماسی داشته با جلال طارق برای این موضوع. شما همین رد پا رو میبینید؟ به هر حال این چیزیست که در گزارشه که شما هم خوندید من هم خوندم آمده و اصل این مسئله رو در حقیقت شبهناک میکنه. یعنی اینکه این اشتباه بزرگی بود از سوی آمریکا و همینطور بریتانیا اگر توقیف این کشتی شبه قانونی داشت و از ابتدا این شایبه وجود داشت و به طرق مختلف و از زبانهای مختلف شنیده شد. و مشکل دیگری که این مسئله برانگیخته این هست که چنین کارهایی، یعنی توقیف کشتی به این صورت بدون شفافیت و استنادهای محکم قانونی، ایران رو ترغیب کرد به یک گروگانگیری و این عمل به یک رویه بدل خواهد شد. یعنی که جمهوری اسلامی هر جا ببینه که با تخطی او یا تعدی او از قوانین و توافقهای بین المللی مقابله میشه، جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد که به نحوی گروگانگیری کنه و با ابزارهای غیر متعارف بین المللی و دیپلماتیک مشکل خودش رو به نحوی پیش حل بکنه. این سنت بدی رو در حقیقت پایه‌گذاری کرد که آسیبش رو بیشتر همون بریتانیا و آمریکا و متحدانش خواهند. بذار نظر آقای متین رو هم بشنویم. آقای متین نظر شما چی هست؟ آقای خلجی میگن که گروگانگیری به تعبیر ایشون از طرف ایران باعث شده که بالاخره کشتی گریس یک به این شکل آزاد بشه. خب قطعا این نقش داشته، یعنی بالاخره بریتانیا مواجه شده با وضعیتی که کشتی تحت پرچم این کشور توسط ایران توقیف شده و در اون مورد خاص اونها هم اصرار کردن که در آبهای بین‌المللی بوده، هیچ به اصطلاح وجه قانونی نداشته این توقیف. ولی به نظر من تا اونجا که به آمریکا برمیگرده میشه مسئله رو از یک زاویه دیگه هم دیدیم، هم این که صرف نظر از اینکه این توقیف در واقع تداوم می‌یافت و در واقع کل مسئله به اونجوری که آمریکا می‌خواست فیصله پیدا می‌کرد یا نه، نقص این که این توقیف از سوی جلال طارق روابط بین ایران و بریتانیا رو به کشمکش کشوند، به اصطلاح تشنج آفرید و در واقع بریتانیا رو سوق داد به سوی اون سیاست فشار حداکثری آمریکا و یک نوع وبن شکاف بین بریتانیا و دو عضو دیگر امضا کننده اروپایی برجام، یعنی فرانسه و آلمان رو تا حدودی تعمیق کرده، به خصوص بعد از روی کار آمدن آقای بوریس جانسون که موازهش خب نزدیکتر است به آقای ترامپ. این خودش به نوعی یک موفقیت به نظر من تا اونجا که به سیاست آمریکا برمیگرده البته یک موفقیت است برای آمریکا، صرف نظر از اینکه جالب برای من آقای متین میگید موفقیت است برای آمریکا. اگر بخوایم این رو موفقیت برای آمریکا تعبیر بکنیم، میخوام ببینم که این چطور دیده میشه، در حالی که همه فکر میکردن بوریس جانسون نزدیک است به آمریکا ولی در نهایت امروز خواسته آمریکا حتی بررسی نشد در این دادگاه. خب مقامات جبل طارق البته گفتن که اونها یک درخواست رسمی دریافت نکردن، یک در واقع چیز غیر رسمی بوده ولی نهایتاً یک مدرکی در جای اونها نبوده. ولی منظور من این بود که نفس این تشنج یک ماه اخیر بین ایران و بریتانیا و در واقع اینکه بریتانیا اصرار کرد که این مبادله رو انجام نمیده و نهایتاً این مسئولیت رو در واقع به نوعی متوجه مقامات جبل طارق کرد و در کنار اون کشتی‌های بریتانیایی به خلیج فارس اعزام شدن، بریتانیا رسما تایید کرد که به این پروژه اسکورت کشتی‌ها در خلیج فارس به رهبری آمریکا می‌پیونده. همه اینها بالاخره از یک منظر وسیع‌تر به نفع ایالات متحده بوده در مقایسه با وضعیتی که قبل در دولت تریزا می حاکم بود در این رابطه.
خب نظر آقای خانسایی رو بپرسیم. به نظر شما همین موفقیت برای دولت آمریکاست در این مرحله؟ من فکر نمی‌کنم که اون موفقیتی رو که آمریکا می‌خواست به دست آورده، چون نهایتاً بریتانیا برخلاف انتظاری که داشت، انتظاری که از دولت آقای بوریس جانسون داشت، کشتی رو آزاد کرده و عملاً شرایطی رو فراهم آورده که دولت ایران میتونه از این فاصله ای که بین خودش و بریتانیا افتاده بود جلوگیری بکنه و در راستای اصطلاح مجادلات دیگرش با آمریکا که نیازمند به پشتیبانی یه نوع اروپای متحد به نفع خودش هست، نگذاره که این ماجرا از دست خارج بشه. صحیح. هدف آمریکا پس به این لحاظ به نظر من تأمین نشده، ضمن اینکه به هر حال یک ماجرا آفرینی هایی شد که میتونست به یک سمت دیگه بره. منافع بریتانیا به کدام سمت میره با این حساب؟ ما میدونیم که بریتانیا الان در آستانه جدا شدن در از اتحادیه اروپا هست، نگران روابطش با آمریکا هست، روی آمریکا به خاطر مسائل تجاری حساب باز کرده. آیا میتونه از این شوخی ها با آمریکا بکنه؟ خب این مشکل گفتنه، این برای اینکه هر کسی یک جور حساب میکنه، ولی به هر حال بریتانیا علارغم اینکه بتونه با آمریکا به یک سلسله قراردادهای تجاری برسه که اون هم مراحل مختلف داره و همه خواسته های بریتانیا یک جا توسط آمریکا تأمین نخواهد شد، از سوی دیگه بریتانیا بالاخره یک وزنه دیپلماتیک بین المللیه و یکی از اون مسائلی که بریتانیا همیشه بهش اهمیت میده اون استقلال عملکرد خودشه. بله. و نمیخواد که به عنوان مثلا نوچه آمریکا به حساب بیاد و یک فاصله بین خودش در روابطی که با دیگر کشورها داره. این است که به نظر من یه خط باریکی اینجا وجود داشت. دولت قبلی این رو به صورت کامل مشخص کرده بود، انتظار میرفت که اگر قراره یک لغزشی بخواد صورت بگیره با روی کار آمدن دولت بوریس جانسون و این وزیر خارجه جدید که تجربه زیادی تو این کارا نداره، که به سمت آمریکا به اصطلاح کشش بیشتر بشه که ظاهرا نشده و به هر حال مقامات آمریکایی از این عملکرد بریتانیا نمیشه گفت که خوشحالند. صحیح. با اجازتون ببخشید، من فکر میکنم که باید دقت بکنیم که این تحولات تماما ناشی از خواست سیاسی یک طرف یا طرف دیگر بوده باشه. باید دقت بکنیم ببینیم چه چیزی اعلام شد. گفت دادگاه اعلام کرد که ما درخواست کتبی دریافت نکردیم. یک انقلت حقوقی اینجا این وسط هست که اون انقلت حقوقی سبب شده است که چنین اتفاقی بیفته است، نه اینکه خواسته دولت آقای بوریس جانسون بوده باشد. لاجرم من فکر میکنم که اینجوری اگر نگاه بکنیم نگران اون قضیه نخواهیم بود که بین امریکا و انگلیس جدایی خواهد شد. بحثی که آقای خلجی مطرح کردن، گروگانگیری رو شما چطور میبینید؟ آیا فکر میکنید که ممکن هست این بحث تأثیری گذاشته باشه، اینکه به هر حال یک کشتی بریتانیایی الان در بندر عباس هست؟ بدون تأثیر نبوده. ببینید از ابتدا که ما وارد این بحث شدیم و آشنا شدیم توجه کردیم که توقیف کشتی ایرانی یک خواست سیاسی بود که توجیه حقوقی درستی نداشت. طبیعی است بین دو کشور دوست هم اگر همچی اتفاقی بیفته بحث گروگانکشی و تلافی کردن این حرفا پیش میاد، طبیعیه. ولی من فکر میکنم که چیزی که الان اهمیت دارد این است که این اتفاق آزاد شدن گریس مان مقدمه باشد برای حل بقیه مسائل. ولی آقای خلجی معتقدند که عذر میخوام آقای خلجی اگه جای اشتباه میگم شما وارد بشین، میفرمایند که این گروگانگیری یا گروگانکشی به تعبیر ایشون اتفاق خیلی بدی هست که ممکن هست در آینده دائم تکرار بشه برای در موارد آتی. شکی درش نیست که اتفاق خیلی بدی بوده است، ولی در آینده شما زیاد مهم زیاد خب بسته این جوری که به نظر من بسته این اگر آدم بخواد با یک نگاه خصمانه نگاه بکنه به ایران میگه گروگانگیری، اگر بخواد با یک نگاه دوستانه نگاه بکنه میگه اقدام مثل. بستگی داره که این ماجرا چجوری، ولی مسئله اساسی نیستش که اگر این اتفاق بخواد دو مرتبه بیفته اگر اتفاق دو مرتبه بیفته و دولت ایران امکان این رو داشته باشه که
همین اقدام رو کنه هیچ به این نیست که من از آقای متین خواهش می‌کنم صحبت چینو بکنم بعد آقای خلجی هم بفهمه. من فقط می‌خواستم اشاره بکنم آقای مشاهزاده به جنبه قانونی مسئله اشاره کردن که خیلی مهم است، ولی باید بیاریم که دادگاه جلال طارق که به این پرونده رسیدگی می‌کرد به صراحت اعلام کرده که توقیف اولیه این کشتی مبتنی بر ادله محکمی بوده که این نفت عازم سوریه بوده و آزادیش هم ناشی از این بوده که دولت ایران رسما و کتبا گفته که این محموله به سوریه نخواهد رسید. یعنی در واقع اون ایده گروگانکشی اولیه با توجه به این صراحت به اصطلاح دادگاه جلال طارق به نظر من خیلی جایگاه وجاهت قانونی حداقل نداره. من ضمن عذرخواهی از آقای خلجی خواهش می‌کنم آقای مشتاقزاده جواب این سوالو بدن تا بعد بریم سراغش. من جوابی ندارم بدم. من اتفاقا از این نامه‌ای که از سفارت ایران سفارت جمهوری اسلامی ایران ارائه شد به دادگاه تعجب بکنم، برای اینکه دقیقاً همون چیزی بود که از اول خواستن و ایران انجام نمیداد. حالا چه شد که انجام میداد؟ ببینید ما نمیدونیم، ما جزئیات رو دقیقاً نمیدونیم که چی جوریست، ولی با مسئله سر این است که با ندانستن جزئیات دقیق نمیتوانیم نتیجه های گنده آینده بگیریم. بگیم در آینده هم این اتفاق افتاد. من میخوام اون حرف شما، یعنی بحث رو ببریم اون بحثی که شما میفرمایید که این مشکل حقوقی بوده و دست دولت جبل طارق و دولت بریتانیا باز نبوده که بخواد به لحاظ سیاسی تصمیمی بگیره. این برداشت من از صحبت شما. نه دقیقا نه اینطور. ببینید صحبت سر این بوده است که جنبه قانونی که اعلام کردن توقیف گریس وان، خود مقامات اروپایی اعلام کردند که اون تحریم ارسال نفت به سوریه مربوط به کشورهای اروپایی بود. کشورهای اروپایی این چالش قانونی داشته، نمیتونسته لندن تصمیم سیاسی بگیره راجع به لاجرم کاری که کرد بنا خود ابتکار بریتانیا بود که خیلی وقت پیش گفته بود اگه ایران به ما تضمین بدهد که این نفت به سوریه نخواهد رفت ما آزادش میکنیم و همون موقع ایران زیر بار این حرف زور دقیقا نمیرفت، ولی حالا چطور شد که این کار کرد؟ فکر میکنم ابتکار به کار گرفتن حلش بکنم. آقای خلجی نظر شما چیه؟ ضمن اینکه خب به هر حال اگر که شما این بحثی که شما مطرح کردین بحث گروگانگیری رو هم جدی بگیریم، در واقع به هر حال دولت بریتانیا هست که اول گریس یک رو توقیف کرده و بعد ایران مقابله به مثل کرده، در حالی که همه آقایون ظاهرا متفق قرن از جمله خود شما که پایه حقوقی قوی هم نداشته، البته آقای متین میگن در آغاز داشته بعداً برطرف شده. بفهمید من حقوقدان نیستم و نمیتونم درباره مبنای حقوقی توقیف این نفتکش اظهار نظر قطعی بکنم، فقط میتونم بگم که تردیدها و شایبه هایی وجود داشت که متاسفانه این شایبه ها از میان نرفت و تا امروز هم باقی موند. نکته گروگانگیری به نظر من بسیار مهم و کلیدی است و باید در یک چارچوب گسترده تری قرار داده بشه. باید نگاه کنیم به ماهیت جمهوری اسلامی که یک نظام شبه توتالیتر هست و در بسیاری از مواقع در سیاست داخلی و سیاست خارجیش رفتارش به رفتار یک دولت متعارف یک دولت نمیمانه و به شکل یک مافیا عمل میکنه. گروگانگیری از آغاز جمهوری اسلامی در مورد افراد یک رویه و رسم جاری بوده، چه گروگان گرفتن آمریکایی ها در بیروت و بعد در ازای چیزی طلب کردن از اروپایی ها یا امریکایی ها به حزب الله لبنان اشاره کردن که اونها رو آزاد کنن، یا اینکه همین الان در زندان های ایران ما زندانیان چند دو تابعیتی میبینیم که اینها در عمل گروگان هستند. متوجه ما آقای خلجی، اینها رو همه رو درست میفرمایید، ولی بحث این، یعنی من میگم که این ممکنه اینها باشه و این رویه اگر بخواد و این رویه بخواد از سطح گروگانگیری فردی وارد یک معادلات خیلی بزرگتر مثل گروگان گرفتن نفتکش ها یا به صورت های دیگر انجام بشه، در آینده میتونه بسیار خطرناک باشه و مهارش میشه خیلی دشوار. خب آقای خلجی چرا لازم بوده اگر که شما میفرمایید در واقع پایه و اساس مسئله با توقیف گریس یک پایه و اساس قانونی دقیقی ممکنه نداشته، همون در سوال اول این رو گفتید، چرا باید چه لزومی داشته که ایران بخواد گروگانگیری بکنه؟ مگر نمیتونست که با توجه به همین مشکلات قانونی بره و راه حل رو پیدا بکنه؟ دقیقاً نکته اصلی همینجاست، یعنی رفتاری که جمهوری اسلامی کرد
درسته که حالا این مسئله نفتکش ها به نوعی حل میشه، ولی این در یک سطح بسیار پایین هست. در سطح بزرگتر بی‌اعتمادی به ایران و سوء ظن به رفتار ایران و واکنش های ایران به اصطلاح شدت میگیره. یعنی اینکه جمهوری اسلامی میتونست این مسئله رو از مجاری حقوقی، از مجاری دیپلماتیک، با جلب همدلی جامعه بین المللی، با جلب به نظر موافق قدرت‌های بزرگ این قضیه رو حل بکنه بدون اینکه دست به چنین بازی بزنه. اما به جای اینکه در حقیقت کاری بکنه که این مسئله حل بشه، تنش با بریتانیا رو به حد خیلی بالا رسوند، احتمال درگیری در خلیج فارس رو افزایش داد، به تشکیل ائتلاف بین المللی برای حفظ امنیت خلیج فارس کمک کرد و در حقیقت کاری کرد که سوء ظن‌ها نه تنها از میان نره، که در آینده روز به روز افزایش پیدا بکنه و حراس از واکنش‌های ایران یا کنش‌های ایران شدت عمق بیشتری پیدا بکنه. آقای متین، شما نظرتون چیه؟ آیا واقعا این طوره؟ چون به نظر میاد خیلی ها معتقدند که این یک هیچ به نفع ایران شد. در سایت های ایرانی دست کم الان داریم این رو میبینیم که میگن که ایران تونست حرفش رو به کرسی بشونه و بعد هم از این گذشته تونست یک جوری مهار بکنه اون تنشی رو که ممکن بود حتی به جنگ در خلیج فارس منجر بشه، کم کم داره حلش میکنه. آیا شما با این صحبت ها موافقید؟ من فکر میکنم این مسئله واقعا کلن در چارچوب یک بحث استدلال حقوقی خیلی به اصطلاح روشن نخواهد بود. یعنی این واقعیت این است که علی رغم این آزادی گریس وان و به خصوص به احتمال زیاد آزادی کشتی بریتانیای چند روز دیگه، نهایتا الان بریتانیا جزء ملحق شده به این پروژه اسکورت کشتی‌ها که آمریکا متقاضیش بود و دولت قبلی بریتانیا مخالفت میکرد، ولی الان جزءش شدن و کشتی‌های بریتانیا در اونجا هستن. یعنی در این سطح بالاخره ایالات متحده موفق شده که بریتانیا رو بیشتر به سمت سیاست خودش بکشه. ولی واقعیت این است که کل ماجرا، کل این بحرانی که هست، در واقع از منظر قانونی میشه گفت که خب ایالات متحده از برجام خارج شده. در نتیجه اگر به اصطلاح ایالات متحده به تعهدات حقوقیش پابند نیست، خب طرف مقابلم در مواقعی که لازم میدونه از ابزاری غیر از ابزار حقوقی استفاده میکنه. من به نظر من از این لحاظ خیلی هیچ کدوم به اصطلاح دست بالا رو به لحاظ حقوق بین‌الملل ندارن، ولی به لحاظ سیاسی صرف هدف امریکا این هست بوده که برجام رو در واقع کلن از هم بپاشونه، یعنی دولت‌های اروپایی رو هم به طرف عدم به اصطلاح پابندی بکشونه و از این زاویه خب گرایش بریتانیا به سوی سیاست امریکا بیشتر شده و تا حد معینی به اصطلاح مطالبات امریکا در زمینه خاص به نظر من برآورده شده. نظر شما چیه آقای خانساری؟ آیا این چیزی که تا امروز دیدیم، به خصوص حالا همین آزادی گریس یک رو، میشه نزدیکی این دو کشور برداشت کرد یا فکر میکنید که نه بیشتر میشه گفت که بریتانیا در اون جایگاه که ظرف چند سال گذشته داشت، حفظ برجام در کنار دو کشور بیشتر پافشاری داره میکنه؟ خب برای بریتانیا و به اصطلاح استقلال عمل بیشتر بریتانیا خیلی بهتره که این ماجرا رو حل کنه و در اصل به زور کشونده نشه به سمت آمریکا. الان این گزینه رو داره که تا هر میزان که دلش میخواد به سمت آمریکا بره یا نره. ولی مسئله که آقای خرجی گفتن راجع به گروگانگیری و شهرت ایران در این راستا، این یک امر متفاوتیه با این ماجرای به خصوص. شهرت ایران رو نمیشه تغییر داد به خاطر لحاظ کارهایی که توی این 40 سال گذشته، ولی در این موضوع به خصوص و در این تنشی که امروز ما در خلیج فارس داریم، کاری که ایران کرده در اون امکاناتی که داشته هزینه رو برای کشورهای خارجی برده بالا. امروز باید کشورهای خارجی یک ناوگانی رو به اونجا بفرستن، این ناوگان خرج داره، باید هزینه‌ش رو بپردازن، مشکلاتی که تا به حال نبوده. دولت ایران هم خب در حضور اونها به احتمال قوی اگر ما یک شرایط مشابهی رو داشته باشیم در حضور اون ناوگان کاری نخواهد کرد. ولی اون ناوگان تا ابد نمیمونه، چون هزینه‌ش رو این کشورها نمیخوان متحمل بشن. آمریکا هم گفته که اینو ما نمیخوایم تا ابد ما بپردازیم. و دولت و اون کشورهای دیگه اون وقت موقعی که ثانیه‌ای که
ثانیه‌ای که اونها اینو نپردازن ما باز برمیگردیم به همین شرایط که الان. ولی در شرایط فعلی رو حالا اگه بخوایم ببینیم، به نظر شما شرایط تنش در خلیج فارس نسبت به چند هفته گذشته کمتر هست تنش یا بیشتر هست؟ با توجه به اینکه به هر حال یه لحظاتی در این هفته‌های گذشته ما فکر کردیم که واقعا به جنگ نزدیک شدیم، مثلا زمانی که پهپاد رو زدن، زمانی که به هر حال نفتکش‌ها مورد حمله قرار گرفتن، فکر می‌کنید از اون فاصله گرفتیم؟ خب من فکر می‌کنم که خطر جنگ وجود داره، نمیشه اون رو انکار کرد، ولی خطرش کمه چون طرفین میدونن که هیچ مسئله‌ای با درگیری نظامی در آب‌های خلیج فارس یا فرض کنیم یک حمله هوایی به ایران حل نمیشه، مگر اینکه در انتهای اون حمله یا درگیری نظامی فرض کنیم نظام ایران تغییر پیدا بکنه، دولت آمریکا یا متحدینش یا کسان دیگه آمادگی پرداختن اون بهایی که به سرنگونی دولت ایران بیانجامه را ندارن، پس مقامات ایرانی هم میدونن که هر کاری که اینا بکنن در نهایت یک سلسله ضررهایی رو وارد میکنه. آیا فکر نمیکنید این همون مبحث گروگانگیری هست که آقای خلجی بهش اشاره میکنن؟ یعنی به نوعی شما خلیج فارس رو ایران به نوعی گروگان داره، هر کاری بخواد میتونه اونجا بکنه چون بقیه میترسن با ایران رو در رو بشن. ما دقیقاً برعکس قضیه رو شاهد هستیم. امریکاست که خلیج فارس رو داره به گروگان میگیره، امریکاست که اتحاد بین المللی به وجود آورده علیه ایران در خلیج فارس، امریکاست که از همه کشورها دعوت کرده است که به این اتحاد بپیوندد، از نظر نظامی بپیوندد. ایران کجاشه در گروگان گرفت؟ واژه گروگانگیری نامناسب است. نامناسب به این ماجرا، به این که شما فهمیدید. خلیج رو بشنوید. آقای خلیج بفرمایید. همونطور که گفتم جمهوری اسلامی مشکلات خودش رو به جای اینکه از طرق متعارف حل بکنه، حتی اونجا که حق با اون هست، فرض کنیم که در ماجرای این نفتکش گرسی یک حق با ایران بود، کاملا حق با ایران بود، هیچ مشکل حقوقی نداشت، این فرض رو بکنیم، اون چه که درست بود، راه درست این بود که جمهوری اسلامی از طرق دیپلماتیک و متعارف اعتراض بکنه و فشار بیاره بر بریتانیا و در حقیقت اعتلاف بجا بکنه. اما قبول دارید کشوری که در انزواست و خودشون مرتب در انزوای بیشتر قرار میده، مسئله اینه که هر گامی که برمیداره یک کشوری مثل ایران، ببینید یک کشوری مثل ایران که به واسطه تصرف اشغال سفارت آمریکا در سال 1979 روند انزوا آغاز شده و فشار تحریم ها آغاز شده، شما میبینید حدود 40 سال بعد باید یک عمل مشابهی رو در مورد سفارت بریتانیا انجام میدن. یعنی جمهوری اسلامی خودش کارهایی میکنه که به خروج او از انزوا کمک نمیکنه و اتفاقا به عکس شرایط رو مدام دشوارتر، پیچیده‌تر و گره های باز نشدنی تری رو خلق میکنه. این در این مورد هم اگرچه بفهمید آقای خلجی صحبتتون تموم کنید، آقای مشاهده اینجا میخواست که اگرچه ممکنه که مورد این نفتکش ها حل بشه، ولی مشکل ایران با جامعه بین المللی بعد تجربه بسیار تلخی هست برای در مورد ایران، و درسته که ایران با ضرب زور و در حقیقت گروکشی تونست نفتکش خودش رو آزاد بکنه، اما این رویه برای ایران درد راز مدت، درد سر آفرین هست، انزوا آفرین تر هست و میتونه مشکلات ایران رو به انواع و انهای مختلف و پیچیده‌ای بیشتر بکنه. آقای مرسد بفهمه، فقط خواهش بکنم بذارید صحبتشون تموم شه بعد بفهمه. بفهمه بله الان تموم شد، بفهمه. صحبت حضور شما که ببینید اینجا ما یک مطلب رو باید که با خودمون حل بکنیم. آیا ما اینجا جمع شدیم که قضاوت بکنیم که جمهوری اسلامی دولت خیلی خوبیه، خیلی دیپلماسی زیبایی دارد یا خیلی انسان دوست است؟ ما برای این حرفا جمع نشدیم اینجا. ما اینجا امروز آمدیم در مورد آزاد شدن گریس وان و واکنش احتمالی ایران صحبت بکنیم. اینی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بسیار بده و به ضرر خودشه، یه امر شناخته شده ایه.
این چیز جدیدی نیست. خود من 10 بار در داخل ایران اعتراض کردم که آقا سیاست خارجی هیچ کشوری نمیتونه پیگیر ایدئولوژی باشه. باید سیاست خارجی پیگیر منافع ملی، مصالح ملی و صلح امنیت باشه. ما این رو شناختیم و میدونیم، ولی امروز نمیتونیم بگیم که آزاد شدن گریس وان یا عکس العمل ایران در آزاد کردن کشتی انگلیسی یا عدم آزاد کردن ناشی از این است که همه دنیا جمهوری اسلامی را محکوم میکنن. ببینید من اینجا رو ایش کلمه گروگان رو خود طرف ها به کار نبردند. خود طرف ها که انگلیس ها و ایرانی ها و دیگران باشن کلمه گروگان رو به کار نگیرند. گفتن توقیف کشتی ها. در هر دو مورد کلمه توقیف به کار برده شد. شما میدونید که این اصطلاحات فنی حقوقی و سیاسی میتواند در تفاهم قضیه از تأثیر عمده‌ای بگذارد. اینجا گروگان گیری در کار نبود. اینجا عبارت از این بود که اتحادیه اروپا یا بریتانیا در جبل الطارق بر اساس عرض کنم یک بحث حقوقی که حالا درست بود نبود گفته است که این کشتی رو ما توقیف کردیم. شما الان به دیپلماسی ایران برای آزادی گریس یک چه نمره ای میدید؟ آیا فکر میکنید درست عمل کرده ظرف ماه گذشته؟ من اصلا نمیدونم دقیقاً چه گذشته. من گفتم ما میدونیم یه نامه رو دست کم میدونیم که از طرف آقای بعید نژاد از لندن رفته به همین رو من تعجب کردم که این در جریان چیه. دیروز میگفتن نمیکنیم همچه کاری، امروز میبینی که در عمل انجام شده. ما در اینی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بسیار نارسا و بیجا هست شکی درش نداریم. یه نکته دیگه هم هستش که خیلی مهمه، باید دید که چه کسانی پشت اعمال این نوع اعمال هستند. موقعی که شما سپاه پاسداران در اصل خودش رأساً عمل میکنه و شاید یک نوع تفاهمی در خود سیستم حکومتی نسبت به این نوع عمل کرد بین همه نباشه، مثلا وزارت خارجه یا فرض کنیم دستگاه دولتی با این طرز عمل مخالف باشه، ولی در اصل اونهایی که اختیار دارن و عمل میکنن تمام مملکت رو در این شرایط قرار میدن. ولی به طور مسلم به نظر من جوابی که شما سوالی که از ایشون کردید، پشت پرده یک سلسله اتفاقاتی افتاده که منجر به این ماجرا شده و این اتفاق که افتاده عملا به نفع جمهوری اسلامی است، برای اینکه مانع از این شده که اختلافاتش با بریتانیا دامنه بیشتر پیدا بکنه. این یه پیروزی در این زمان. خب آقای متین، انزوا رو حل نمیکنه، مشکلات دیگر رو حل نمیکنه. بفرمایید چون من میخوام. بله بفرمایید خلاص. آقای مشتاق‌زاده استاد بزرگواری هستن و من تعجب میکنم که ایشون بحث دیپلماسی رو خارج از موضوع میدونن. اگر در شرایط بحرانی مانند توقیف نفتکش ها دیپلماسی یک کشور به داد مملکت نرسه و به کار نیاد، قرار چه روزی به کار من که رد کردم و اساساً اون دموکراسی به چه دردی میخوره؟ بنابراین ما دیپلماسی رو دقیقاً برای چنین روزهایی میخوایم، برای زمانی که ایران با مشکل مواجه هست. دقیقاً برعکس تفاهمی که شما الان صحبتش میکنید، در دقیقاً برعکس محکوم کردن، گفتن که دیپلماسی ایران، سیاست خارجی ایران پیگیر ایدئولوژیه و این بسیار بده. من محکوم کردم. شما خواهش می‌کنم دقت بکنید که ببینید چی گفته میشه. شما صحبت ما سر این بود که شما مرتب صحبت از گروگان میکنید در حالی که خود انگلیس‌ها صحبت از گروگان نکردند. صحیح. من میخوام حالا از آقای اونها به خاطر اینکه مسئولیت حقوقی من که مقام دولت بریتانیا نیستم که مسئولیتی داشته باشم. من خواهش میکنم از آقای اون تحلیلگر هم میتونم به عنوان تحلیلگر میتونم بگم و اینکه توقیف نفتکش به بریتانیایی درست در یک فاصله کوتاه بعد از توقیف نفتکش ایرانی یک امر اتفاقی نمیتونه باشه. ببریم روی در واقع اون تصویر بزرگتری که میخوایم صحبتش رو بکنیم، چون به هر حال این تصمیم سیاسی هست، همونطور که صحبتش رو کردیم از اول. آقای متین هم این اعتقاد رو دارن خوشبختانه. آقای متین، من فقط میخوام از شما بپرسم که با این اتفاقی که امروز افتاد، الان نقش بریتانیا رو در حفظ برجام چگونه میبینید؟ آیا بریتانیا رو، چون میدونیم بریتانیا همواره در این ماهای اخیر یک جایگاه دوگانه ای داشته، از یه طرف بر حفظ برجام تاکید کرده، از یه طرف خب با اتفاقاتی که افتاده یک جورایی به آمریکا خیلی نزدیک تر شده،
آیا میشه گفت که بریتانیا داره برمیگرده به اون جایگاه حفظ برجام، بیشتر در اون زمینه تلاش بکنه، یا نه میشه گفت که با آمریکا کماکان همپیمان‌تر هست؟ من فکر می‌کنم که احتمال اینکه از برجام دور بشه بسیار بیشتر هست، به دلیل در واقع ماهیت سیاسی و ایدئولوژیک دولت فعلی حاکم در بریتانیا که خب در جناح وسلا راست افراطی حزب محافظه‌کار قرار می‌گیره و ارتباطات وسلا شخصی خود آقای جانسون با آقای ترامپ شناخته شده است و آقای ترامپ در سفرش به بریتانیا رسما و علنا از کاندیداتوری جانسون برای تصدی مقام نخست وزیری حمایت کرده. آقای بالاخره در اون طیف سیاسی که در غرب وجود داره، خب آقای جانسون به اون نزدیک‌تره. شاید حتی گفت اتفاقا آزادی گریس وان و به احتمال زیاد آزادی کشتی بریتانیایی بریتانیا رو از این مخمصه داشتن یک به اصطلاح حالا گروگان به قول آقای خلجی یا کشتی توقیف شده نجات میده و میتونه با فراغ بال بیشتری اتفاقا به اصطلاح استراتژی سیاسی آمریکا در رابطه با ایران بپردازه. ولی خب بدوبستان حتما پشت صحنه هست و بریتانیا با توجه به مسئله برگزیت که شما مطرح کردید، بالاخره انعقاد قراردادهای تجاری جایگزین با قراردادهایی که فعلا با اتحادیه اروپا هست برای دولت فعلی بریتانیا حیاتی است. در این حال تحولات سیاسی در بریتانیا کاملا غیر قابل پیش بینی است. ما واقعا نمیدونیم دولت آقای جانسون واقعا میتونه برگزیت رو به اون شکلی که خودش میخواد به انتها برسونه، احتمالاً رأی عدم اعتماد میگیره. همه اینها در واقع این مسئله برجام رو هم تحت شعاع قرار میدن. ولی اگر فرض ما این باشه که دولت آقای جانسون بر سر کار خواهد ماند، به نظر من احتمال این که بریتانیا از برجام حمایت بیشتر به اصطلاح تداوم حمایتش رو قطع بکنه بسیار بیشتر از حالتی هست که به اصطلاح با شکیبایی و به اصطلاح جدیت دولت تریزا می از برجام حمایت بکنه. نظر شما چیه آقای خانسری؟ والا من فکر میکنم که بریتانیا از حمایت خودش نسبت به برجام نخواهد کاست، ضمن اینی که رابطه دو جانبش با ایران ممکنه یه مقداری به لحاظ همین اتفاقاتی که افتاده یک ضربه اساسی دیده و اون باید بازسازی بشه و اون زمینه است که به نظر من روش باید کار بشه تا اینکه برگردن به اون شرایط فعلی. ولی این دوتا رو باید از هم تفکیک کرد. دیدگاه بریتانیا نسبت به برجام در ارتباط با مسائل کاملا متفاوتی است تا اون اختلافاتی دو جانبه‌ای که سر هر موضوعی میتونه بین ایران و بریتانیا پیش بیاد. این نیست که من فکر نمی‌کنم که دولت نیست دیگه. بحث این اواخر بحث بیشتر روی اعزام نیرو به خلیج فارس از طرف کشورهای اروپایی بود که آلمان رسما درخواست آمریکا رو رد کرد. فرانسه دیدیم که از آمریکا خواست که خواهشان ناتو رو پاش رو وارد این دعوا در خلیج فارس نکنه. یعنی نگرانی در بین کشورهای اروپایی بود، ولی به هر حال بریتانیا تنها کشوری است که الان اونجا اون هم باز به سابقهش که برگردیم، ناوگان بریتانیا همیشه یک نوع حضوری در آبهای خلیج فارس داشته. ناوگان آمریکا الان سالهاست که در بحرین متمرکزه. اینی که با هم همکاری در این راستا بکنن خیلی فرق میکنه تا اینکه مثلا شما میگید آلمان یا فرانسه. فرانسه هم که به هر حال یک مقدار نیرو در امارات متحده داره، ولی منظور من این استش که اینها رو باید از هم تفکیک کرد. اینها اگر بریتانیا با توجه به تجربه‌ای که سر همین تانکر خودش افتاد میاد و همصدا با آمریکا میشه در ارتباط با کنترل آبها و به اصطلاح نظارت بر کشتی ایرانی، این خیلی فرق میکنه تا اینکه بخواد تعهدات چون نسبت برجام کم بکنه. برای اینکه اون یه ابعاد کاملا متفاوتی رو داره که با این اصلا نمیخونه، میدونید. و یک میگم باید برگردیم نگاه میکنیم میبینیم که بریتانیا به هر حال یک سیاست خارجی نسبتا پیچیده و سوفیستیکیتدی داره که یه خود فراتر از این میره که به خاطر یک موضوع و به خاطر برگزیت، همین برگزیت که آقای دکتر متین فرمودن که شاید بشه شاید نشه، شاید قراردادی امضا بشه شاید نشه، که اون اعتبار بین المللی خودش رو بخواد به خطر بیاندازه. دقیقاً ما در این جور مسائل یا بحث‌های علمی باید مسائل از هم جدا بکنیم. با قاطی کردن مسائل ما فقط خودمون رو گیج می‌کنیم. بحث برجام یه بحث کاملا جداگانه است، مقتضیات خودش رو داره، و بحث درگیری های نظامی، رقابت های نظامی در خلیج فارس یه بحث کاملا جداگانه و بسیار خطرناکه. جدی هست آقای مشتری زاده؟ واقعا میشه گفت که این مثلا الان این بحث
خلیج فارس برمیگرده به اینکه ایران میگه آقا اگر کسی نتونه، مگه من نتونم اینجا نفت بفروشم کسی دیگه هم نمیتونه نفت بفروشه. این صحبتی است که از اول آقای روحانی مطرح کرده. سیاست نیست، سیاست نیست، نه شعاره. ببینید ما باید در این بحثا بسیار دقت بکنیم که کلمات چه جور استفاده میکنیم، چون این کلمات اگر درست و به جا استفاده نشه میتواند ناخواسته به یکی از طرف ها یا هر دو طرف لطمه سیاسی وارد بکنه، چون رو ما هم حساب میشه، ما هم بالاخره صاحب نظر هستیم و تحلیلگر هستیم. ببینید البته این تفکیک همیشه به اون سادگی هم کام پذیر نیست، اگر من اجازه داشته باشم وارد بحث بشم. آقای متین من حتما به شما وقت میدم، فقط آقای مشتری اینجا صحبتشون تموم شه بفهمم مشتری. نه من متوجه نشدم که حالا میان صحبتشون میکنن، شما صحبتتون تموم. من بحثم این است که مطالب رو باید از هم جدا کرد. ممکن است که با هم در به صورت تأثیر داشته باشند رو هم، ولی ما باید یاد به خصوص ما با ایرانی ها باید یاد بگیریم که سیاست فقط در ایران دنبال گیر ایدئولوژی و احساساته. اینا احساسات ندارن که چون مثلا فرض بفرمایید که در برجام لطمه دیدن در جای دیگه تلافی بکنن. بذارید ببینم آقای متین چی میگه. آقای متین بفرمایید. منظورم اینه که این تفکیک ضمن اینکه به لحاظ تحلیلی ممکنه چیز خوبی باشه، ولی خب عملا ممکن نیست. یعنی این درست است که ممکنه از نظر دولت بریتانیا مسئله برجام و مسئله مثلا گریس یک یا وضعیت در خلیج فارس از هم جدا هستن، ولی از اون طرف ما ایالات متحده آمریکا رو داریم، بزرگترین قدرت نظامی اقتصادی دنیا، که اتفاقا میخواد همه چیز رو به برجام وصل بکنه. بالاخره در این میان بریتانیا که نمیتونه به آمریکا دیکته بکنه که بگه من فقط مثلا بر سر قرارداد تجاری با شما حرف میزنم و کاری به برجام ندارم. خب اون طرف بالاخره انواع به اصطلاح ابزار میخواد که شریکش رو یا همپیمانش رو به طرف استراتژی خودش نزدیک بکنه. یعنی ضمن اینکه من معتقدم بله درسته بریتانیا مثل هر کشور دیگه نهایتاً بر اساس اینکه به بیشترین نفع رو از چه سیاستی خواهد برد عمل خواهد کرد. مرسی. ولی در موازنه بین ایران از یک طرف و ایالات متحده آمریکا از اون طرف به اصطلاح منطق حکم میکنه که بریتانیا احتمالاً گرایشش به برآوردن به اصطلاح مطالبات آمریکا میشه. باید این توضیح رو داد که اگر بریتانیا تصمیم بگیره که به طور مثال موقعیت خودش رو در برجام نخواد تضعیف بکنه، 100% به خاطر ایران نیست. بله، 100% به خاطر منافع خودش. یعنی فکر میکنه که در اون وضعیت و قرارداد هایی که منظورشون این نبود که بریتانیا دنبال یعنی منافع ایران هست، منظورشون این بود که منافع خودش هم به هر حال گره خورده به مسائلی هست که من چنین استنباطی از فرمایشات ایشون نگرفتم. ببینید استنباطی که من گرفتم این هست. نکته رو بگم؟ بله بله آقای خلیج، فقط آقای مشتری زاده آقای خلیج خیلی وقت ساکت هست، صحبت شما کنم بعد شما وقت بفرمایید. آقای خلیج میکنه میشالله شما بیشتر صحبت بکنید. هر صفحه دو زور شما که ببینید ایشون الان آقای خلیج آقای خلیج زاده بدین صحبت کنم. ببینید وقتی که شما از احتمال افزایش و کاهش حمایت بریتانیا از برجام میپرسید، باید دقیقا توضیح بدید که مرادتون از حمایت چیست. حدود یک هفته گذشته سخنگوی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صراحتا گفت که از برجام دیگر چیزی باقی نمانده، ایران به سمت دور یا مرحله سوم کاهش تعهداتش در زمینه برجام هست. حتی اگر فرض کنید که دولت ترزا می هنوز بر سر کار بود و نه دولتی محافظه کار که اکنون در بریتانیا هست، در عمل یعنی جدا از منظورم راست خیلی افراطی که الان هست، در برابر مشکلات بسیار پیچیده مالی و تحریم هایی که آمریکا وضع کرده، اروپا در حقیقت چه میتوانست بکنه؟ و در عمل آیت الله خامنه ای بارها و بارها ابراز قطع امید کامل کرده از اینکه اروپا بتونه به تعهدات خودش در زمینه برجام عمل بکنه و انتظارات ایران رو برآورده کنه. من فکر میکنم که حمایتی هم اگر تداوم پیدا بکنه، این در یک سطح دیپلماتیک و لفظی سوری باقی خواهد ماند و کمک چندانی به برآورده کردن انتظارات رهبران ایران نخواهد کرد و در عمل برجام رو به یک سند
غیر قابل اتکا بدل میکنه. بسیار خوب. آقای مشتری زاده بفرمایید. آقای خانسری هم صحبت کرد. آقای خانسری من اینجا از همه مظلوم‌تر واقع شدم. حتما میرندگان هم چنین نظری دارن. بفرمایید آقای مشتری زاده. فقط کوتاه بفرمایید. اشکال نداره. فقط کوتاه عرض میکنم که ببینید قربون میفرمایند که چنین و چنان ببینید یک امر پیش پا افتاده از همه ما که مدرسه رفتیم دانشگاه رفتیم تو همون کلاس‌های اول خوندیم که در مسائل سیاسی باید مسائل از هم از مسائل علمی مسائل باید از هم جدا بخونه هر مسئله سر جای خودش بله. اینی که در خلیج فارس عرض کنم حضور شما کشتی به قول فرمایش دوست عزیز ما گروگان گرفته میشه پس برجام به هم میخوره این خورده ارتباطش میدونی فکر می کنم چه که آقای متین گفتن و برداشت حالا من الان به شما برداشت من و برداشت فکر می کنم آقایون دیگه هم بحث این هست که به هر حال بریتانیا چون نزدیک هست به آمریکا مدافع آمریکا هست در بحث‌های مربوط به برجام اگر همین رو بنده اصلاح می‌کنم که بریتانیا فقط و فقط و همیشه مدافع منافع خودشه صحیح. به هیچ وجه مدافع منافع ایران یا آمریکا نیست و شما دیدید که همین آقای عرض کنم که بروس جانسون عرض کنم حضور کنم وقتی آقای ترامپ صحبت از اینی که سند مک میکرد بحث نجات پرستی رو میکرد آقای بوریس جانسون محکوم کرد خود شما گفتید بعد بحث ها رو از هم جدا کرد این بحث واقعا به اون منظور من این است که فرمایش آقای دکتر آقای مشتری زاده جدا نمی کنن سوا می کنن اجازه بدید آقای خانسایی بفرمایید ما با شما مشکل داریم سر لغات نکته این که آقای خلجی فرمودن این که برجام بتونه کاری برای ایران بکنه بله یا اینکه با اینکه تشکل برجام به این فرمی که هست محفوظ بمونه باز اینها با هم فرق میکنه متوجه بله اینکه بریتانیا در برجام بمونه به خاطر این نیست که میخواد بگه که ما زیر به اصطلاح زیر ما به این قراردادی که خودمون امضا کردیم متعهدیم بله اگر ما نتونیم در قالب تعهداتی که کردیم با توجه حرفی که میذارن که میگن ما با ایرانیم ولی کشور شرکت های مختلف ملی رو ما نمیتونیم اونا رو وادار بکنیم با ایران کار بکنن دقیقا. ولی این فرق میکنه مثلا اگر ایران بیاد از قرار از اون به اصطلاح نکاتی که خودش پذیرفته شروع کنه تدریجا خارج بشه خب اون وقت اینها میتونن یک قدم دیگه رو بردارن ولی باید در نظر داشت که اون چی که من گفتم و اون چی که به نظر منظور من این بود که بریتانیا میخواد به عنوان قانون شکن صحیح. یا عهد شکن خودش رو معرفی نکنه ضمن اینی که خواست آمریکا از بریتانیا از همین دولت جانسون این بود که به کلی از برجام بیاد بیرون و به اونها بپیونده که این کار رو عملا نکرده خب بذارید برای چند دقیقه آخر بحث رو ببریم روی نکته دیگه با توجه به تصویری که الان میبینیم هم روابط منطقه‌ای ایران میدونیم که به تازگی آقای خامنه‌ای با نماینده حوثی‌ها دیدار داشته دیدارهای دیگری در سطح منطقه صورت گرفته همینطور اتفاقاتی که الان میبینیم در مورد گریس یک و سایر اتفاقات به نظر شما آیا میشه گفت که دعوا در خلیج فارس داره به سمت آرامتر شدن میره یا این یک بحث مقطعی هست ممکن است که دوباره دعوا بالا بگیره من خواهش می‌کنم آقایون دونه دونه خیلی کوتاه بفرمایید آقای خانسایی شما بفرمایید جنگ اصولا ما فکر میکنیم که نمیشه اگر منطق حاکم باشه یعنی طرفین محاسبات خودشون رو که بکنن به این نتیجه قاعدتا باید برسن که از درگیری نظامی استفاده سیاسی نمیتونن بکنن ولی شما نمیدونید با چه جور آدمایی روبرو هستید آقای خلجی اشاره کردن به طینت افرادی که به هر حال یک سلسله کارا رو تو 40 سال گذشته کردن اگر اون عوامل تندرو و آشوبگر به هر حال اونها دست به یک سلسله اقدامات حساب نشده‌ای بذارن همه چیز امکان پذیره ولی به طور عادی به طور منطقی توسط افرادی که محاسبه میکنن قدم‌هایی رو که برمی‌دارن و قدم‌هایی که طرف مقابل برمی‌داره غالباً باید ما امیدوار باشیم که موضوع از دست خارج نمیشه به نظر من این نوسانی که داریم اشاره میکنیم بالا پایین رفتن های موضعی
این موقت هست و ما می توانیم که البته اگر اوغلایی در کار باشه همینطور که فرمودم می تونیم از این فرصتی که پیش میاد استفاده بکنیم همه مسائل حل بکنیم ولی تا وقتی این مسئله حل نخواهد شد تا وقتی که امریکا میخواد جمهوری اسلامی رو برداره جمهوری اسلامی هم نمیتونه دست از سوریه و اسرائیل برداره. بسیار خب من عذرخواهی میکنم از آقای خلجی و آقای متین، وقت ما تمام هست و من باید همینجا خداحافظی بکنم. آقای مرتضی و آقای خانساری و ممنونم از شما که با این برنامه صفحه دو همراه ما بودید. برنامه رو میتونید روی وبسایت ما ببینید، همینطور روی سایت یوتیوب پادکست برنامه رو هم میتونید بشنوید. صفحه در کنار عدد دو رو میتونید سرچ بکنید روی اپلیکیشن پادکستتون و برنامه رو بشنوید. شب و روزتون خوش.